سیزده به در در اصل سیزدهمین روز فروردین ماه و یکی از جشن‌ها و رسم‌های نوروزی ایرانه. در تقویم رسمی ایران سیزدهم فروردین روز طبیعت نامگذاری شده و تعطیل رسمی است. بر اساس باورهایی که از قدیم تا به امروز سینه به سینه بین نسل‌ها منتقل شده، این روز برای راندن نحسی است و همه مردم باید از خانه‌ها بیرون رفته و به دل طبیعت بروند. این رسم از گذشته به شکل جدی برگزار می شده و امروز هم بسیاری از مردم ایران همچنان آن را برگزار می کنند. بعد از جشن طبیعت و مراسم سیزده به در، تعطیلات و جشن‌های نوروزی به پایان می رسد. به طور کلی رسم سیزده به در برخلاف دیگر رسم‌های نوروز اساس و مبنای مشخصی نداشته و کمی مبهمه، چرا که در کتاب‌های تاریخی اشاره‌ای به این جشن نشده، اما در منابع کهن گفته شده که این رسم از گذشته‌های خیلی دور برگزار می‌شده. بر اساس گفته‌های کهن، مردم در 12 روز نوروز به جشن و شادی می‌پرداختند و سپس روز 13 فروردین ماه به دل طبیعت رفته و در آنجا جشن پایانی را برگزار می‌کردند. در اصل می‌توان گفت که 13 به در پایان جشن‌های نوروزی است. گفتنی است که مردم در این روز سبزه‌هایی را که روز تحویل سال نو در سفره هفت سین بوده و گره زده بودند و بعد از آن آرزو برای آیندشان کرده بودند را به رودخانه ها می اندازند. آیا 13 نحس است؟ تا به امروز هیچ تاریخ نگار و پژوهشگری دلیل منطقی برای نحس بودن روز 13 هم و به طور کلی عدد 13 کشف نکرده. در واقع بسیاری هم بر این باورند که روز 13 هم یک روز خوب و نیک است که مردم باید به شادی بپردازند. حتی در آثار ابوریحان بیرونی جدولی برای سعد و نحس بودن روزها وجود دارد که از 13 هم فروردین ماه به عنوان روزی نیک و خوب یاد شده است. گفتنی است که در دین مسیحی به دلیل برخی مسائل تاریخی نحس بودن 13 هم شرایط بسیار جدی تری دارد و مردم بیشتری به این موضوع باور دارند. روز دروغ آوریل در بسیاری از کشورهای سراسر جهان به عنوان یک روز ویژه شناخته می شود که در آن مردم به شوخی دروغهایی به یکدیگر می گویند و این روز را گرامی می دارند. در کشورهایی مثل انگلیس، اتریش و نیوزلند دروغگویی از صبح تا شب ادامه دارد و کسی که قبل از شب حقیقت را فاش کند احمق آوریل لقب می گیرد. در ایران هم بعد از تحویل شدن سال نو و پایان جشن 12 روز در روز 13 به در مردم به شوخی به یکدیگر دروغ میگویند و سپس در پایان روز حقایق را رو میکنند. این رسم مثل دیگر رسوم نوروز همواره برگزار میشود و باعث شادی مردم است. از دروغهای اول آوریل معروف میتوان به خبر واژگونی برج پیزا در سال 1950 در تلویزیون هلند و اعلام ترور بیل گیتس در سال 2003 توسط وبسایت‌های خارجی اشاره کرد. این دروغها در زمان خود بسیار بزرگ بوده و سر و صدای زیادی در سراسر جهان به پا کرد. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. راستی شما 13 به در پارسال رو چطوری گذروندید؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن برنامه‌مون لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.